سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید گفت متفرعنین توبه و از مردم طلب بخشش کنند. تا دقیقه دیگر با اخبار چهارشنبه 18 خرداد ماه 1390 از رسانه سبز ایران رسا با شما خواهیم بود. مهمترین عناوین خبری امشب. آیت الله دستغیب گفت رسالت علی علیه السلام دعوت مردم به خدای تعالی بود نه حکومت بر آنها. آیت الله جوادی آموری گفته با فریب نمیتوان مردم را نگاه داشت. بیانیه جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی خطاب به مراجع و علما و حذف میرحسین و ایرج فاضل از شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط رهبری. سلام و شب بخیر میگیم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه رسا با اخبار چهارشنبه 18 خرداد ماه 1390 از رسانه سبز ایران رسا با شما هستیم. من هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما بینندگان محترم رسا و تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید. صحبت‌های جناب آقای دکتر اردشیر امیر ارجمند اولین خبر این بخش خبریمون هست. دکتر اردشیر امیر ارجمند گفت متفرعنین توبه و از مردم طلب بخشش کنند. سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید با بیان این که صحت مواضع رهبران جنبش سبز امروز بر دشمنانشان نیز ثابت شده است میگوید رهبران جنبش نشان دادند که کینه توز و متعصب نیستند اما حق پذیر و قاطع بر مواضع خود ایستادند. آنها هرگز بر سر منافع مردم و منافع ملی معامله نکرده و نخواهند کرد. وی در گفتگو با کلمه خاطر نشان کرده رهبران جنبش بارها اعلام کردند که خواستار همبستگی ملی هستند و با کسی دشمنی ندارند حتی با آنهایی که به ایشان ظلم کردند اما تأکید کردند که اعتماد مردم سرمایه آنهاست نه مناصب و قدرت. سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید با اشاره به تعداد فراوان زندانیان سیاسی و برخورد غیر انسانی با مبارز مؤمنی چون مرحوم عزت الله صحابی و دخترش حاله میگوید ما با حکومتی سر و کار داریم که بدیهی ترین حقوق انسانی را رعایت نمی کند. با آن سابقه تقلب و سرکوب و قانون شکنی چگونه می توان برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم به آنها اعتماد کرد؟ اول باید اعتماد مردم را با آزاد کردن زندانیان، احزاب و مطبوعات و قطعاً با حذف نظارت استصوابی جلب کنند. به گفته امیر ارجمند، اختلافات داخلی محافظه‌کاران با یکدیگر بر سر انحصار قدرت و ثروت است در صورتی که اختلاف مردم با آنها بر سر چگونه حکومت کردن، حقوق شهروندی و امنیت فردی و اجتماعی است. مشاور ارشد میرحسین موسوی در همین راستا وظیفه جنبش سبز و شورای هماهنگی راه سبز امید را آگاهی بخشی دانسته و تصریح کرده موضع ما منتهی به نفع یکی و علیه دیگری نخواهد بود. متفرعنین باید توبه کرده از مردم عذرخواهی و طلب بخشش کنند. آیت الله دستغیب گفت رسالت علی دعوت مردم به خدای تعالی بود نه حکومت بر آنها. آیت الله دستغیب در جلسه هفتگی قرآن کریم تاکید کرد آن که تکیه بر پول و مقام و زور و بازوی خود دارد اگر در سختی و شدت قرار گیرد ناامید می شود و خود و تمام عالم را پوچ می بیند و دست آخر یا خود را می کشد یا دیگران را. به گزارش سایت حدیث سر ایشان در ادامه افسود خدای تعالی هیچ پیامبری را به سوی قومی نفرستاد که آنها را مجبور به پرستش خدای یگانه کند. هر کجا رسولی رفت برای روشنگری و تبلیغ رفت و هر کجا مردمی به پیامبری ایمان آوردند با علم و اراده خود این کار را کردند. پس رضای خدا در بندگی اجباری مردم نیست.
وی با اشاره به غصب غیرقانونی مسجد یکی از طلاب خود توسط سپاه فرمود الان بیش از یک سال است که مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام را به زور از آقای احمدپور گرفتند. تصرف زوری این مسجد غصب است و جایز نیست. مردم این وضع را که می‌بینند سرخورده می‌شوند. روش ائمه اطهار علیه السلام این گونه نبوده. به صرف اینکه ایشان در زمان تبلیغات ریاست جمهوری برای آقای مهندس موسوی تبلیغ کردند، نباید این کارها را بکنند. خودتان گفتید ایشان می‌تواند انتخاب شود. مردم چه گناهی دارند که این چنین بر سرشان آوردید و تکه پارهشان کردید و هر کدام از طلبه‌ها را که تبلیغ کردند کنار گذاشتید؟ آیت الله جوادی آملی اظهار داشت پیام اصلی روحانیت این است که با فریب نمیتوان مردم را نگه داشت. به گزارش مرکز خبر حوزه این مفسر قرآن کریم افسوده چون دنیا بازار است باید تلاش کرد به فکر عدل بود نه اعتدال. اعتدال یعنی میان تقاضا و عرضه هرچه میخواهند عرضه کنیم در حالی که ما موظفیم عادلانه زندگی کنیم. بنابراین باید در صدد این باشیم که هر چیزی را در جای خودش قرار دهیم و آنچه را که جامعه نیاز دارد عرضه کنیم نه آنچه که جامعه خریدار آن است. آیت الله جوادی آملی با اشاره به خلق فطرت گفته ذات انسان غیر از صداقت را بر نمیتابد. دلهای جامعه سموم را در خود نگه نمیدارند بلکه جامعه اگر تعهد، صداقت، ادب و اخلاص نبیند آن را برمیگرداند. وی تاکید کرد اگر بخواهیم هر چیزی را به جامعه تزریق کنیم قبول نمی کند. بنابراین نمی شود با فریب مردم را نگه داشت. این پیام اصلی روحانیت است. مراجع عالی قد در برابر رفتارهای غیر انسانی موضع صریح اسلام را اعلام کنند. جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای با بیان اینکه این روزها از رحلت جانگزاز مرحوم صحابی و شهادت مظلومانه دخترش حاله صحابی داغی عظیم به دل داریم گفتند، ضمن همدردی با خانواده فخرآفرین صحابی‌ها این ضایعه و فاجعه را به ملت ایران تسلیت گفته بار دیگر از مراجع عالی‌قدر اسلام خواستند موضع صریح اسلام را در برابر این رفتارهای غیر انسانی اعلام کنند. به گزارش کلمه در بخشی از این بیانیه آمده است: بر سر ایران اسلامی ما چه آمده است که باید شاهد اعمالی باشیم که سالیان سال به یزید و یزیدیان نسبت داده شده و در محرمهای هر سال حکایت ظلمها و جنایات رفته بر خانواده و آل حسین را محکوم کرده، اما چند سال است که در همین کشور و فقط به جرم حق‌خواهی یعنی همان جرم و گناه حسین و یارانش رفتارهایی را می‌بینیم که تنها یادآور همان جنایات است. رهبری میر حسین و ایرج فاضل را از شورای عالی انقلاب فرهنگی حذف کرد. به گزارش سایت اطلاع رسانی دفتر رهبری، احمد جنتی و حسن حبیبی نیز به عنوان عضو افتخاری شورا معرفی شدند. حضور میر حسین موسوی در شورای عالی انقلاب فرهنگی عملاً از فردای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و حجمه‌های همه جانبه حکومت و نهادهای فراقانونی محدود شده بود. همچنین دکتر ایرج فاضل وزیر بهداشت و درمان دولت هاشمی رفسنجانی نیز که از حذف شده ها توسط رهبری است، همان مقامی است که سال 88 و بعد از انتشار نامه انتقادی پیرامون عملکرد دولت توسط محمود احمدی نژاد از ریاست فرهنگستان علوم پزشکی کنار گذاشته شد. در این بخش با خبرهای کوتاه همراه شما هستیم. پرویز شهیر رزمنده سالهای جنگ و قائم مقام دادسرای انقلاب اسلامی بیرجند به دلیل حمایت از میر حسین موسوی بازداشت شد. به گزارش ندای سبز آزادی، پرویز شهیر جانبازی که خود مسئول واحد اطلاعات و عضو شورای فرماندهی سپاه بیرجند و فرماندار تربت جام و کاشمر بوده، در پی اعتراضهای مردمی که از 25 بهمن ماه آغاز شد در اسفند ماه بازداشت شده است. خانواده این زندانی سیاسی که تاکنون پیرامون بازداشت و وضعیت او سکوت کرده بودند، در مورد وضعیتش اظهار نگرانی کردند.
پدر این زندانی سیاسی پس از مدتی به تهران می رود و برای پیگیری وضعیت فرزندش به دادگستری تهران مراجعه می کند و علی‌رغم قول پیگیری از سوی دادگستری پس از 52 روز همچنان خانواده در بیخبری به سر می برند. راحیل آشناگر فعال حقوق زنان سه‌شنبه توسط ماموران امنیتی دستگیر شد. به گزارش کلمه این وبلاگ نویس در تماس با خانواده اتهام خود را اقدام علیه امنیت ملی عنوان کرده است. آشناگر ابتدا به زندان انزلی و سپس به زندان لاکان رشت منتقل شده و همکنون در بند عمومی این زندان نگهداری می شود. از اعزام حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی به بیمارستان برای عمل جراحی مجدداً جلوگیری شد. به گزارش جرس ماه گذشته مسئولین قضایی و نهادهای امنیتی با تأخیری 4 ماهه این فعال حقوق بشر را به بیمارستان منتقل کردند، اما تأخیر 4 ماهه در اعزام به بیمارستان منجر به آسیب کیسه صفرای او شد. بنابر اعلام پزشکان متخصص، حسین رونقی ملکی طی هفته‌های گذشته برای عمل مجدد بار دیگر نیاز به اعزام به بیمارستان داشت که در اقدامی غیرقانونی نیروهای امنیتی مانع آن شدند. به دستور مسئولان زندان رجایی شهر، مهدی محمودیان به سلول انفرادی انتقال یافت. به گزارش تحول سبز، انتقال این عضو جبهه مشارکت به سلول انفرادی در حالی است که وی پیش از این نیز بارها در طول بازداشت خود مورد اذیت و آزار قرار گرفته و همکنون از عفونت شدید ریه رنج می‌برد. بر اساس این گزارش هنوز علت این انتقال مشخص نبوده، اما مسئولین زندان در تماس خانواده ایشان اظهار داشتند که نسبت به دستور صادر شده قادر به انجام کاری نبوده و باید آن را اجرا کنند. یادآور می‌شود بعد از فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید و دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی سکوت در 22 خرداد، مهدی محمودیان نیز به اتفاق دیگر زندانیان سیاسی رجایی شهر با صدور بیانیه از مردم خواستند که رهبران جنبش سبز را تنها نگذاشته و حماسه‌ای دیگر در 22 خرداد خلق کنند. خانواده علیرضا رجایی با ارسال نامه‌ای به مقامات ارشد قضایی کشور خواستار تجدید نظر در وضع این فعال ملی مذهبی شدند. به گزارش جرس، خانواده این عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در نامه خود تاکید کردند که این تحلیلگر سیاسی از زمان بازداشت یعنی 4 اردیبهشت ماه تا کنون تنها 2 بار با خانواده‌اش تماس گرفته است. قیمت 8 گروه کالایی از 11 گروه مورد بررسی بانک مرکزی در هفته منتهی به 13 خرداد ماه سال جاری افزایش یافته است. گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که رکورددار افزایش قیمت گروه میوه‌های تازه بودند. بر اساس این گزارش بیشترین افزایش را بعد از میوه، تخم مرغ و سپس گروه‌های کالایی روغن نباتی، قند و شکر، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و چای داشتند. جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور از اجرای طرح برخورد با بدپوششی خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه، احمد رضا رادان گفته یکی از دغدغه‌ها و نگرانی به حق مردم موضوع بدپوششی است و نیروی انتظامی بر اساس وظیفه و مطالبات مردمی طرح تشدید برخورد با آن را آغاز می‌کند. وی ادامه داده همچنین در این طرح پلیس تمام واحدهای 1 روز انتخابات، 2 سال بحران، هنوز رای ها رو نشمرده بودن، بازداشت ها شروع شد، 22 خرداد 88 چهره های مشهور اصلاح طلب فردای انتخابات در زندان بودن، بازداشت ها ادامه داشت و اعتراض سبز ها گسترده تر، دانشجوها و مردم عادی کوچه و خیابان هم به زندان رفتن، شکنجه، تجاوز، قتل. برنامه چهره ها از مبارزان مدنی میگوید که در زندان ها مقاومت می کنند. رنج پس گرفتن رأی و ایستادن در برابر ستم. چهره زندانیان سیاسی در برنامه چهره ها. من فرزانه بزرگور هر هفته با برنامه چهره ها از تلویزیون رسا. و در ادامه پیام تسلیت گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی به خانواده مرحوم صحابی و شامخی.
برگزار نشدن مراسم هفتم شهادت حاله صحابی، سخنرانی فعالان حقوق بشر ایرانی در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد و استفاده از منابع نظارت ناپذیر شرکت ملی نفت برای تبلیغات انتخاباتی. گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی به خانواده مرحوم صحابی و شامخی پیام تسلیت دادند. جمعی از فعالین ملی، مذهبی و همچنین سبزهای جنوب کشور طی پیامی مشترک ضایعه درگذشت مرحوم عزت الله صحابی و زنده یاد حاله صحابی را تسلیت گفتند. در پیام این گروه ها که نهضت آزادی شاخه جنوب کشور و انجمنهای اسلامی چندین دانشگاه و جوانان جنبش سبز آن را امضا و صادر کردند، به طور مصرانه خواستار محاکمه آمران و عاملان جانباختن حاله صحابی تا حصول نتیجه نهایی شدند. همچنین جمعی از کنشگران سیاسی، فرهنگی شهر کاشان و همچنین فعالین دانشجویی ادوار دانشگاه کاشان نیز خطاب به دکتر تقی شامخی، داماد مهندس عزت الله صحابی و همسر حاله صحابی تسلیت گفته و با وی و بازماندگان آن مرحوم و همچنین صحابی ها ابراز همدردی کردند. در ادامه پیام های تسلیت شورای فعالان جنبش سبز، استان کرمانشاه نیز در همین زمینه پیام تسلیتی صادر کرده و همزمان از عموم مردم خواستار حضور و گرامی داشت در مراسم مختلف خرداد ماه و ایام سالگرد انتخابات شدند. به گفته فاطمه کمالی، همسر عمادالدین باقی، زندانی در بند 350 زندان اوین، وی نیز سوگوار عزت الله صحابی و حاله صحابی است و پیام تسلیت خود را از آنجا به خانواده و دوستان و دوستداران آن عزیزان میرساند. محاصره نیروهای نظامی، امنیتی و لباس شخصی ها مانع از برگزاری مراسم هفتمین شب شهادت حاله صحابی شد. به گزارش جرس، پس از شهادت حاله صحابی در مراسم تشییع پدرش عزت الله صحابی، جمعی از فعالان دانشجویی تهران در قالب ستاد بزرگداشت شب هفت از مردم دعوت کرده بودند تا با توجه به ممانعت از برگزاری هر گونه مراسم در مساجد و مراکز اجتماعات، عصر سه‌شنبه 17 خرداد ماه در مقابل دفتر سازمان ملل متحد حاضر شوند و با برافراشتن نمادهای سیاه و توزیع خرما و حلوا آیین تعزیت ایرانی را گرامی بدارند. اما حضور سنگین نیروهای نظامی، امنیتی و لباس شخصی ها در همه خیابان ها و کوچه های منتهی به محل برنامه، تفتیش عابران، بازداشت تعدادی از آنها، مانع از شکل‌گیری هر گونه جمعیتی پیرامون دفتر سازمان ملل متحد شد. نشست جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در شهر ژنو در مقر اروپایی سازمان ملل متحد برپا گردید. به گزارش جرس، سخنران اول این نشست خانم روحی شفیعی، فعال حقوق بشر ایرانی از لندن بود که درباره وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی سخنرانی کرد. محمد صادقی، عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت و از فعالین دانشجویی، درباره آخرین وضعیت نقض حقوق دانشجویان و اساتید دانشگاه در ایران، به ویژه وضعیت فعالان جنبش دانشجویی که پس از سرکوب‌های اخیر بازداشت شدند سخن گفت. خانم نسیم امید دیگر سخنران این نشست بود. وی فرزند یکی از کشته شدگان دهه 60 است که درباره وضعیت اسفبار خانواده‌های قربانیان اعدام‌های دهه 60 سخن گفت و بر اساس این گزارش جمعیت را تحت تأثیر قرار داد. خانم ندا فرخ، فعال حقوق بشر از آلمان، نیز درباره وضعیت اعدام‌ها در ایران سخنرانی کرد. دیگر سخنران این نشست سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار مقیم پاریس بود که به زبان فرانسه سخنرانی کرد و درباره وضعیت روزنامه‌نگاران در داخل ایران و تشدید تعیین‌ها و مشکلات ایجاد شده بر سر راه اطلاع رسانی سخن گفت. البرز دماوندی، فعال حقوق کارگر از آلمان، نیز دیگر سخنران این نشست بود که به وضعیت کارگران و نقض حقوق ایشان پرداخت.
نماینده خوی گفت میخواهند منابع نظارت ناپذیر شرکت ملی نفت را برای تبلیغات انتخاباتی هزینه کنند. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه عدم وجود اساسنامه برای شرکت ملی نفت منابع مالی این شرکت را نظارت ناپذیر کرده گفته این موزل احتمال انحراف این درآمدها را به سمت منابع مالی اصلی تبلیغات انتخاباتی گروه‌های مشکوک فراهم می‌کند. مؤید حسینی صدر در گفتگو با خبرنگار مهرافزوده از شورای نگهبان باید نظارت دقیق‌تری بر منابع مالی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی برای تبلیغات زود هنگام داشته باشد. نماینده خوی همچنین افزوده است جریان‌های مشکوکی در تلاش هستند با استفاده از برخی منابع دولتی افراد فاقد صلاحیتی را که پشتوانه مردمی هم ندارند با صرف هزینه‌های کلان به صورت بادکنکی بالا بیاورند و وارد روند رقابت‌های انتخاباتی کنند. خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام آگاه از بازداشت منوچهر قروی، مدیر عامل سابق ایران خودرو و جمعی از همکاران وی خبر داد. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران بدون توضیح بیشتر دلیل این بازداشت‌ها را اتهامات مالی عنوان کرده است. در ارتباط با مجموعه برخوردهایی که اخیراً با تعدادی از مسئولان اقتصادی سابق در ایران صورت گرفته، مصاحبه‌ای داریم با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا که می‌شنوید. آقای عمادی، در هفته‌های اخیر بعضی از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران اتهامات مالی سنگینی را علیه مؤسسات اقتصادی مثل ایران خودرو، سایپا، بانک گردشگری، بانک آریا، شرکت دخانیات و همینطور سازمان منطق آزاد منتشر کردند. دلیل این حجم از افشاگری‌های کم سابقه مالی چی می‌تونه باشه؟ شاید دلیل نخستش در این چارچوب زمانی اینه که یک مقدار فشار سیاسی روی دولت زیاد شده در چارچوب عدم توانایی دولت برای مدیریت اقتصادی در کشور در زمانی که ما فقط در 2009 به خاطر بالا رفتن بهای نفت 10 میلیارد دلار درآمد نفتیمون اضافه شد. این ارزیابی بانک جهانیه و در 2010 این رقم به بیش از 14.5 میلیارد دلار افزایش درآمد ما بوده. در همین چارچوب ما می‌بینیم که در داخل میزان بیکاری بنابر آمارهای خود دولت که حالا با تأخیر خیلی زیادم منتشر میشه بالا رفته و میزان تورم بالا رفته و تمامی اینها این زمینه رو در ذهن مردم ایجاد کرده بر مبنای مشاهدات معمولی و روزانه خودشون که اقتصاد نه تنها بحرانش رفع نشده بلکه این بحران عمیق‌تر شده در تمام سطوح کشور و دولت به جای اینکه بیاد واقعا ریشه‌یابی بکنه که چرا مثلا ایران خودرو یا مثلا تایر سازی مثلا البرز اینها بازدهیشون پایین اومده به خاطر آیا به خاطر این بوده که یارانه ها درست دریافت نمی شده به وسیله اینا یا واردات به طوری بی رویه آزاد شده که اینا توانایی رقابت با واردات ارزان چینی نداره. دولت اومده الان یک مقدار این تقصیرهای مدیریت خیلی ضعیف و غیر کارشناسی که خودش داشته در این 4-5 سال در سطح اقتصاد که به نظر من غیر کارشناس در این مدیریت اقتصادی رو ما در 32 سال نه حتی من بیشتر میدم در 57 سال اخیر 58 سال اخیر ما در این دوره 5-6 ساله داشتیم اینها انداخته گردن مدیران، در حالی که ما باید ببینیم که این مدیران وقتی که عمل میکنن این مدیران در چارچوب عملکرد اقتصاد کلان کشور عمل میکنن. یعنی ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که یک کارخانه مثلا خودروسازی یا یک کارخانه مثلا سازنده لوازم مصرفی الکترونیک برای خانوارها این کارکردش بسیار روشن بسیار پربازده باشه، در حالی که در سطح اقتصاد کلان ما شاهد این هستیم که سرمایه گذاری ها بسیار ناکارآمد هستن، غیر کارشناسی هستن، بخش خصوصی روز به روز داره زیر فشار بیشتر میره به خاطر نظامی شدن و امنیتی شدن اقتصاد، واردات روز به روز داره ارزان‌تر میشه
به خاطر قراردادهایی که دولت در این سالها با چین بسته و بهای کالاهای چینی به طرز بی‌سابقه‌ای در ایران پایین اومده. اینها یک جور قربانی پیدا کردن برای اشتباهات اقتصادی دولته، وگرنه واقعا هیچ دلیل نداره که ما ناگهانی در این 5 هفته شاهد این باشیم که یکی پس از دیگری مدیرانی که این دولت خب سالها ارزیابی این کارخانه جا این واحدها رو می‌دیده، یک بار اینها زیر سوال برن و فشار به اصطلاح قضایی روشون چیز بشه به خاطر سوء استفاده مال. این سوء استفاده ها یک مرتبه ایجاد نشده، اگر بوده چرا یک بار اینا همه با هم انجام میشه؟ به خاطر این دولت میخواد در یک مقدار زمینه سازی سیاسی بکنه برای خودش، این تقصیر ما نیست و این سوء استفاده مالی و شخصی یک تعدادیه و هیچ ارتباطی با ما نداره. و خودش که اصلا این مدیران رو کی سر کار گذاشته یک علامت خیلی سوال بزرگیه، که خب تعداد بسیاری از این مدیران در این ظرف این سالها به وسیله خود این دولت منصوب شدن. خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتین. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزاریم که امشب نیز همراه رسا بودید. تا شبی دیگر و دیداری دیگر با شما، خدا نگهدار. خداحافظ.